در جلسات گذشته بعضی از اشاراتی که عرض کردیم، من فقط به سرعت یادآوری بکنم، عرض کردیم که قرآن کریم یه حقیقت زنده است، لذا با این نگاه در محضرش قرار بگیریم. عرض کردیم که با این نگاه که داریم از لبان پیغمبر اکرم این آیات رو برای ما خونده میشه و میشنویم، وقتی تلاوت میکنیم یا میشنویم، با این نگاه توجهمون در این محضر خیلی عظیمتر میشود. عرض کردیم که هر آیه‌ای برای هر شخص خاصی پیغام خاص دارد. یعنی این گونه نیست که یک حالت عمومی باشد. این تعبیر بعضی روایات هست که هر آیه برای هر شخص خاصی پیام ویژه دارد. لذا وقتی که آیات رو میشنویم دنبال این باشیم که بفهمیم پیام این آیه برای من چیست، با من چه کار دارد، چرا به گوش من رسیده، چرا به گوش من رسیده. اتفاق در عالم راه ندارد، همه اینها سلسله علل در کار است تا به اینجا رسیده، تا به این مقصد رسیده و به گوش من رسیده. امروز میخوایم عرض بکنیم که تعبیری که در بعضی از روایات وارد شده، میفرمایند قرآن سفره الهی است، قرآن معدوبت الله است، سفره است، سفره پهن است. ببینید به هر مقداری که اون کسی که صاحب سفره است کریم باشد، سفره او در حقیقت متنوع تر است و نعمتهای بیشتری بر سر سفرهش. اگر اون منعم کامل باشد، جود علل اطلاق باشد، علم علل اطلاق باشد، سفره‌ای که انداخته، اون هم کامل ترین سفره‌ای رو که خواسته بندازه در طول تاریخ بشریت، قرآن است. تعبیر روایت این است که القرآن معدوبت الله، قرآن سفره خداست در روی زمین. و این سفره رو تعبیر روایت این است، ان هذا القرآن معدوبت الله فتعلموا من معدوبت الله عز وجل، از این یاد بگیرید، به این در حقیقت انس بگیرید، مستطعتم، هر چقدر که میتوانید دوری نکنید، فانه نور المبین و شفاء النافع، این نور است، شفا است، نور آشکار است. بعد میفرماید فتعلموا فان الله تعالی یشرفکم به تعلمه، وقتی شما اینو یاد میگیرید شریف میشید، بالا میرید، که بعد تعبیر در بعضی از جیدا اقرا ورقا، هر چقدر انسان یاد میگیرد همون قد بالا میره، همین مقدار در قیامت نشون داده میشه که بالا رفته و اوج گرفته. ان شاء الله از این سفره الهی تصور بکنیم. یه شعری هم هست زیباست، میگه منعم کامل چو خان باشی بود، بر سر سفرهش هر آشی بود. یعنی اونی که منعم کامله همه در حقیقت نیازهای انسان رو در سفرهش قرار داده. همه نیازهای ما در سر سفره قرآن موجود است. بسیار خوب، ان شاء الله چیزی رو که محتاجیم سراغش بریم اینجا. صلي على